یعنی موالی از میلیون ها رفتاده شورا از بارمزی خوشکسالی و خوشکاوی. خطه ورزگان یعنی تاریخ ما، خطه ورزگان یعنی فرهنگ ما، خطه ورزگان یعنی حیات ما. انشالله ما یک بند دهقان که سراغاز بندهای مادر بندهای بند پیکم مادر بندهای ارزگان باشه. اگر این بند و پروژه به مرحله انجام برسد انشاءالله برابر با حیات این مردم خواهد بود. خواهرایی که میگنید اینی عزیزای از ما خواهرای از ما کمک کردن شما دیگه وانه بخیر دیگه اگر یاد افغانی کمک کردن شما این مقصی رو داده کرده ای کنید ما بخیر قبول منید. جیرا روز بنجور کلی بچیر کنه که تمام خانه خود چراغان کنیم ان شاء الله، گرم بازار عرفان کنیم، اندک اندک بیکاریم گل تا وطن را گلستان کنیم. حضار گرامی، مهمانان عزیز، ارزگان تاریخ پر افتخار دارد. مردم ارزگان مردم سرفراز است، مردم دارای مقاومت است. خطه ارزگان یعنی تاریخ ما، خطه ارزگان یعنی فرهنگ ما، خطه ارزگان یعنی حیات ما. این مسئولیت کل ماست، چی از ارزگان چی از بیرون ارزگان. باید ارزگان انکشاف پیدا کنه، باید ارزگان احیا شوه، باید ارزگان تثبیت شوه، باید ارزگان در امون جایگاه شایسته و بایسته و موقعیتی که لایق شانش است باید قرار بگیرد. با تلاش همگانی همه، چی از ارزگان چی بیرون ارزگان، چی مردم ارزگان چی غیر مردم ارزگان، ارزگان تاریخ پر افتخار دارد، تاریخ سرشار از حماسه ها دارد، تاریخ شیرین و چیل دختران دارد، تاریخ مقاومت در طول تاریخ دارد. این ارزش ها بزرگ داشت شود، این ارزش ها حفظ شود، این ارزش ها باید به موقعیت و جایگاه واقعی خود باید برسد. چی مثلا اونایی که سرمایه دارد، از سرمایه خود، اونایی که سرمایه فکری دارد، با قلم خود، با قدم خود، با عرض بیان خود، انشاءالله فعلا که در این موقعیت قرار داریم، این موقعیت قرار است که یک حلقه بند آبگردان به همت توانایی اهل اهالی قریه و به همت خیرین عزیزی که در داخل و خارج، در ایران و در اروپا و در آمریکا، در هر کنج دنیا هستن، انشالله به مرحله بهره برداری و به مرحله انجام خواهد رسید. یک مقدار لازم است که تذکر دهم که این بند از نظر اهمیت به اندازه حیاتی است، به اندازه حیاتی است. من باید عرض کنم که در تابستان سال گذشته، در تابستان بود، فصل خزان بود، دوستان تشریف آوردن، با آب خوردن مردم مشکل داشتن، با آب آشامیدن مشکل داشتن. اگر این بند و پروژه به مرحله انجام برسد انشاءالله برابر با حیات این مردم خواهد بود. با حیات این بند حدود 750 خانوار قریه پیگ است و بالاتر از او قریه حاج محمد، قریه سیابغل و تا شش برجر میتواند تأثیرات مثبت خود را در قسمت آبرسانی داشته باشد. و اگر این بند به مرحله اجرا و عملی برسد به همت داخل و خارج، به همت خود مردم و به همت برادران خیر، انشاءالله امیدواری میرود که مشکل مردم هم از نظر آب زراعتی حل خواهد شد.
خواهد شد و هم از نظر آب آشامیدنی حل خواهد شد و او کسانی که به خاطر خشکابی منطقه را ترک کردند، دیار مهاجرت رفتند در داخل و خارج، اینو امیدواری میرود که دوباره برگردد سر جایداد و زندگیشان، منطقه را احیا کند، قریه را احیا کند و این منطقه مصدری به اصطلاح یک نمونه خوبی برای همگانی خواهد شد. و همینطور قرار مسموع بندی به همت و توانایی مردمای داخل و خارج و به همت خیرین عزیز قرار است که بند آبگردان در قریه اربستو انجام شود. قریه اربستو 80-85 خانوار بود، به خاطر خوشسالی و خوشکابی منطقه را ترک کردن، فعلا 30-35 خانوار یا 25 خانوار بیشتر نمانده که ما مطمئنیم اگر او پروژه عملی شود اکثر او مردم حالا که در غزنی است، در کابل است، زندگی بسیار محقرانه، بسیار با مشکلات دست و پنجه نرم میکنه، ولی به قول معروف مسئله آزرگی مگر گور تنگ مرده ناکام است، از ناکامی و ناچاری و لاعلاجی رفته و اگر منطقه اش دوباره احیا شود، آب پیدا شود، دوباره اون مردم بر میگردد، اما منطقه خود احیا میکند و به ثمر میرساند. و بازم لازم است ازم که پروژه ها ما نیاز زیاد داریم در ساحه ورزگان، من خدمت شما عرض کنم در سیابغل نیاز داریم، در دانکشی پارسال استاد و با انجینر صاحب تشریف بردن، دیدن بسیار یک موقعیت خوب و ضرورت هم هست که باید بند اعمار شود. در حسینی هم که دو سه روز قبل رفتیم بسیار با مشکلات کم آبی مواجه بودن، در قریه کندلان، در پالان، و بازم ما نیاز به تذکر است که خدمت دوستا تذکر بدیم، ما قومگرا نیستیم، منطقه گرا نیستیم، ما من حیث ورزگان، مجموعه ورزگان ما خدمت شما عرض میکنیم، برادرای پشتونی ما هم باید نیازاتشون در نظر گرفته شود. هر نقطه یک خانه آباد شود، یک بند آباد شود، او متعلق به ما، به کل ملت افغانستان است، باید این کارا انجام شود. موزل کوچی داریم، ما موزل کوچی رو واقع داریم، ورزگان بیشتر داره به خاطر که فرمان سابق بوده، حق و ناحق هرچی بوده، حالا امو فرمانم عملی نمیشه، او فرمانم از نظر موقعیت محدود بوده، مناطقش مشخص بدم از نظر زمانی، فعلا کوچی هایی که دارای فرمان است و نافرمان است و هر کس از هر جای از هر مناطق جمع میشه که مناطق ظرفیتی و قدر کوچی رو نداره و تازه این مناطق از نظر به اصطلاح علوفه، از نظر به اصطلاح چراگاه مراتع ظرفیتی با خود از این مردم نداره، چی رسد که مثلا 700 رمه و 800 رمه داخل شوه. خدا شاهد اگر زمانی کوچی ها میاید بیاید ببینید اینجا وضعیت بسیار خرابه. این پیام ما رو به گوش مقامات هم برسانید، به گوشی برسانید، هر شما صدای خود را به حکومت های محلی میرسانید، گپای ما کمتر شنیده میشه، عدالت در حق ما مراعات نمیشه. ما جدن از امارت اسلامی خواهید به اصلا کچکانت خواهد داریم که باید این نکات در نظر بگیره، مثلا منافع مردم در نظر بگیره، ما هم طبعی همزی مردم، ما اهل همزی خاک و منطقه ایم، ما حق داریم، باید اینجا رمه داشته باشیم. ببینید زمین ما محدوده، باید یک مقدار اقتصادی ما از طریق مالداری تامین شود، اگر وضعیت به می در رقم شود مردم محل یک بنا گوسفند نگاه کرده نمیتونه. و بعد از او از اول بهار که ثور اینجا میاد تا دم زمستان اینجا هستن، کشت و کار کوک سر جای خودش، کشت و کار نمیگذاره برای مردم، آب نمیگذاره برای مردم، درخت نمیگذاره، یعنی مشکلات ما، این مشکلات ما را به گوش به اصطلاح مقامات، به گوش مردم برسانید. جهان سپاس و تقدیر و تشکر از همه مهمانان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. همگی ما دست به دست هم بتیم تا بتانیم که ورزگان و غزنی را از این حالت فقر و بدبختی نجات بتیم، تا بتانیم که کشور خود را از این بدبختی نجات بتیم. شما میفهمید که جمعیت همگی سالهای متمادی را تشنه بودن، گشنه بودن، به خاطر کمبود آب، به خاطر کمبود نعمات خداوندی، ولی این ما باید برنامه سازی کنیم که چطور بتانیم آب خود مهار کنیم، چطور بتانیم که آب خود کنترل کنیم، آب خود تنظیم کنیم، که حداقل این آبهایی که ما میبینیم در حال ضایع شدن است، این یک سرمایه ملی ماست، یک سرمایه مردمی ماست، بیایید در داخل منطقه خود کار ایجاد کنیم، بیایید زمینه زندگی بهتر باید برای مردم خود فراهم کنیم. دنیا با تلاش به جایی رسیدن، نه با کدام دعا و کدام معجزه، فقط تلاش بوده که امروز دنیایی که ما شما قرار داریم در سطح کرویات آسمانی در آینده برای خود جای پیدا میکنیم. ما تا هنوز نتونستیم برای خود یک سرگی بسازیم، برای خود اینجا آب خود مهار کنیم، برای خود یک خانه خوبتر بسازیم. پس
از تمام برادرای ورزگان ما چی هزاره چی پشتون ما این توقع داریم بیایید در نقطه نقطه ورزگان باید در آینده کار کنیم با امکانات اولیه خود کار کنیم. خیر مال گوسفند خود میفروشیم برای خود آب خود مهار میکنیم درخت میشانیم منطقه را سرسبز میکنیم روی خود میسازیم تا مردم بیتونه که یک زمینه زندگی بهتر در اینجا مساعد کنه. ما سال گذشته با همکاری دوستای بیرون ما همچنان با همکاری شما دوستا و محترم برادر بزرگ ما اخلاصی تانستیم که چند حلقه چهار حداقل در اینجا حفاری کنیم. کلگی ما هموطن هستیم، کلگی ما درد یکسان داریم. ما دیگه نمیخواهیم که مرزای قومی و مذهبی همیشه آسیبی برای تمام ملت افغانستان برسانه. این مرزها باید شکستانده شود. ما نمو یک خدا، یک اسلام، یک وطن، یک مردم هستیم. تلاش ما ایست که برادرای پشتون ما امیر قم که در پول دوستی شما دیدید تمام دوستان ما از رسانه‌های مختلف چقدر خوشحال شدن که برادرای جاغوری رفتن برای اونها یک پول ساختن. امیر قم شاید ما در آینده برای اونها مکتب بسازیم، کلینیک بسازیم. هیچ گپ ندارم، ما در زابل هم کار میکنیم، در منطقه شالی و در منطقه ترینکود هم خود کار کردیم. ما در این قسمت در نظر داریم که یک بند خاکه البته معیاری باید ساخته شود چون آب بسیار خوب فراوان داره و مسیر آبگیر یا ساحات آبگیر از این بسیار زیاد است. در اینجا انشالله تعالی ما امروز کلینگ کار را خواهیم زد و این را افتتاح میگیریم. فقط به مو یاری و همکاری شما هموطنهای عزیز دیگر در قسمت برآورد از چون کار و امی پروژه مردمی است، پروژه کدام دولتی نیست، توسط کمک‌های بیرون پیش برده میشه. ما دقیقا گفته نمیتونیم که با چی ارتفاع ما بالا میبریم. ما میدانیم که شما در اروپا هستین، در استرالیا هستین، در هر کشور دیگه، ولی قلب شما در افغانستان است. انتظار مردم از شما این است که اون قلب تبنده شما تبدیل شود به یک احساس عملی و یک اقدام عملی و او عبارت از همکاری جانانه و مردانه و مردم دوستانه تا این بندی که انشاءالله اینجا احیا میشه و بندی که در اینجا تأسیس میشه ای به یک سرانجام به یک نتیجه خوبی برسن تا مشکل آب یا کم آبی این مردم تا سالهای سال بیاری خدا و همت و کمک شما عزیزانی که در خارج هستین حل شود. یک سال دیگه تا دو سال دیگه ما در همه قریجاتی که با کمابی و بیابی مشکل بیابی مواجه هستیم به همت شما انشاءالله این مسئله حل شود و با امید خدا با اراده شما مردم با کمک خدا حتما انشاءالله این مسئله حل میشه. سلام ده همگی استاد و انجینیر و قوم و برادر سلامت باشی. تشکر شما که یاد از ما مردم بیچاره و مظلوم رکدید. سلامت باشی. یعنی خود گنجو بیشتر مفامید و سلمونید و خوشکاویه. چند سال یک امسالم نیه. چند سال که خوشکاوی یا آبی خوردن تابستان پیدا نموشه، گاو و گوسفند نگاه نموشه. دیگه پرده از ما مردم سرم زی یک مشت بده که و پیشت و کارم. آب که نباشه دیگه زندگی مشکله برای از ما مردم نه؟ آره که اینی چند ساله که مالدارا میا مخره دیگه هم که نمیشه، باید بخره دیگه گشنه نمیشه نه؟ آره یعنی مثل هسته دیگه تابستان آب خوردن پیدا نمیشه، کشت و کار کشت نمیشه. پیرما کشت مونه ده امیدی بهار، بارش بهار و زمستان امرا بهار دیگه نیه. کشت ها خوشک میشه، کشت ها یله میشه، مردم هم ممنه دیگه. زندگی خیلی گوه ای گوه آفی روان بود. اینی چند سال آب نیه.
باید در منطقه چو زیده شنه خو؟ آره یک دنه چشمه دره نمو بسته چلوپان خانه بینویی بنامی بینو پاییگ بینویی یک دنه چشمه یا مگه چشمه که یک بود عالم توشنوی نه؟ یه دلوا اوصف میکشه اوصف میکشه اوصف میکشه در بازی آو نمیرسه آره امو تر جاره همه یه دیگه کچی غیطا فرسه چنه برو آب بیره دیگه امکانات نیه کمک نیا آبی خوردن نیا آبی خوردن گلا برو دخار خو دخار میره و دست مشکلی او دگیر نمه یک دولازه بره ارکس برو کنه ارکسی که گرفت امو پرومونه اما ای که پاس رفت نمیرسه آره یعنی می رقمو آسه دیگه یعنی می چه که آو بنزیده شونه توکل به خدا مردم امید خدا خدا منه مگه او بنده یو نوشه و کشتکارا و بخرا و زندگی سمسایی ترشونه آره توکل به خدا امام یشتون دیگه نمی او بند کسی درشونه توکل به خدا خود گنش میخوانی خود گنش میم آره کی میره خردرین ندرین خب از مجبوری خر میخری الاف که ندری آره امو تا دمشی دراز مونی برای آب خوردن آب ندری آره کشتا کشت چنه و گندم شنه و شبتل شنه و آو شنه و مالگه و نگاه کنه دیگه زندگی بهتر میشه دیگه آجان صدای شما رو کل مدوم افغانستان میشنه آره چی گفتنی داره چی تقاضا داره به عنوان یک مادر ارزگانی گفتنی دارم که امی مردمی ورزگان ولسوالی ورزگان غریبه بیچاره یه مطبایش کنه شاید هم اوش که داشی بله دیدم فرش نداره چوکی نداره میز نداره این زوز و زود و اطفال باید اون اختیار سیاه بده نه مایند بلی زمین تر میشه آره آره این معلمای بشارگو از تا کل زنا کل از آره یک مشکل داره یعنی یاد دیگه خونیم گلام شد دیگه نه تشکر از اونایی که مایا یاد از مو مردم رمونه تشکر از شما که یاد از مو مردم رمونید فراموش ندرید نه فراموش ندرید تشکر از شما بند که زیداشی نه دیگه مردم هست سری جای خوب امیز توکل به خدا و امامی اشتو موشه 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 دیگه اگر نشین نه دیگه امی بنزیده نشین نه دیگه مردم از بیچارگی موره دیگه امی آب خوردن دشار یک آب خوردن نه دیگه ایتر بلده کشتو کارنی هم مرم جا مردم دم خود رازمو نه دیگه این موالی از ملونه ها رفته دشارو از بار امزی خوشکسالی و خوشکاوی از بار آب خوردن از بار که مردم دیگه چیز نداره یا گاو گزفن نگانی که نمشه نگاه آنو متره دیگه استاد شما گفت تشکر از شما تشکر از استاد و انجینیر و قوم و برادر اینج که آب نباشه کلگی کج مونن یکی دیگه است اینج که امی آب اینی چند سال که میشه نیست کلگی که اصلا خیلی مشکلات داره بله بله ما که هستیم خدا رو اینی چند سال میشن که آب نیان فقط امو آودری که مونگه آودری که مونن روزی که مثلا در شیو مورن در شیو پاییک مثلا کوشه میانه مورا آو مثلا آو خوردن گرفتن نمیتونیم دسر از این میشه جنجال مگه اگه شما رو ببرید خانه بخورید این دفعه زمین های از ما آبیاری نمیشن اگر آب اینجا بر شنن زیاد آب شنن مشکلات شی حل میشن انشاءالله به نام خدا مشکل از ما مردم که است زیادتری آبه این می آب نیه به خاطر امزی زیادتری مردم کچ کده و بعضی مردم هم کچ دهی هستن یه خواهی بر آب نیه ها دیگه اینجا چیز کنی؟ اگر آب شده نمید؟ نه این بند خده نموری اگر مثلا بند زده نشنا بند جاسه مورید یا نموری؟ نموری نموری؟ نه امکان داره امو کسایی که رفته پس باید امکان داره پس باید امو خویج نموری اینجا اگر بند زده شنا دیگه مردم که هست زمین های کشت مونه اینجا گاو نگانه ولی دیگه مال نگانه به خیر زندگیش قوی میشه اینجا دیگه اینجا دیگه چیزی نیه دیگه این زمین ها و زراعت کار مردم ها دیگه اگه مثلا نمی زمین و زراعت نباشه دیگه مردم هم هیچ کار نمی کنه مردم از این با فری میرسد تازه تر و تازه تر میرسد برای بند بزرگ پیک ارزگان خاص محترم انجینیر سید فهیم نعیمی از کابل زیبا خواستن اولین کسی باشه که کمک را برای بند بفرسته و انشالله که این شما امروز کلیم بزنید ما گزارش را رد نم بخیر پیشه این جان میان تشویق کنید همی آیه اینجینیر سای فهیم نعیمی که از کابل فعلا در هالند و
میخوایم بخیر آوردیم کمک کنیده باشه. و یک برادر دیگه هم گفتم کار که شروع شد ما خبر کو 500 یورو از طرف از ما بخشید بند پایک انشاءالله منظور است. بیمار ما میگویم که راد دوره بخشید دو نفر کمک یک نفتار مصرف زیادتر میشن. ما میخواییم که اولین دفعه یک 30-40 نفر را کمکش را بیریم بخیر بخشه بند پایک اورزگان. ما با امید خدا روز را خدا زندگی بدیم که بایی از زن و مرد اورزگانیا فرسان کنی که برادر خواهر چی مشکل داره بگین الحمدلله هیچ مشکلی نداریم. شبکه های آبرسانی متعدد و مختلف در هر قریه فعال شدن، شیر او در حمام، در آشپزخانه، در پیش خانه موجود هستند و بچه های از ما، اطفال های از ما و مجردی که بخواید دسترسی به آب داشته باشه فقط در چند قدمی آب قرار داشته باشه و انشالله ما یک بند بره بند دیخان که سراغاز بندهای مادر بندهای بند پیکم مادر بندهای اورزگان باشد. این بند به تحقیق خود ده ها بند کشته باشد، ده ها بند باشند. ما همکارایم بیشترین علاقمندی و نسبت به اورزگان داریم. باور کنیم که خدا را سپاسگزار هستیم که در پشت سر از ما مردم افغانستان هستند. تنها مردم فاتح و جابوری نه، مردم کل افغانستان به عنوان یک نهاد خیر، یک رسانه خیر میخوای افغانستان آباد شد. لذای که گب نوکر خیلی میخوای گوش کنن علما اینجا ششته مگر در یک حادثه جنگی بوده در صدر اسلام 3 نفر زخمی بوده، یک کسی آب برده، یک نفر که گفته آب بخور گفته نه اونو فلانی از من تشنه تره، باز او رو که برده گفته نه مرا ندی او فلانی از من تشنه تره، در اون نفر آخری که آب رو برده که او از بین رفته، پس دوباره که برگشته که ایم از بین رفته، و در نفر اولی که آب رو برده بود تعرف ده بود ایم از بین رفته. لذای ما میخواییم بگیم او دوستاد جاغوری الحمدلله کارایش خوب شدن، اورزگان از ما شما تشنه ترن، به خدا قسم تشنه ترن، میخواییم کمک کنید، مستحق درجه اول اورزگان هستن. جاغوری های عزیز در کنار 100 بندی جاغوری یا 100 چند بندی جاغوری باید افتخار عزیرم داشته باشیم که اینا بخیره در اورزگان هم بنجور شنه. برادرای پشتون، ما و تیم انجینیر صاحب که ما افتخار همکاری با انجینیر صاحب را دارم، انجینیر صاحب پیش ما پشت سر شد، ما خود یک پول میخواییم، پول ساخته، بهترین پول که فقط این رنگ طلایی وری است و باور کن که دمی بسته زابول را زیبا ساخته. خب ما این کار را کردیم، دوستی خود دو طرفه میشه، دوستی یک طرفه خود جواب نمیگن، ما شما با پاس یک همکاری کوچیکی که همراه شما بده، شما میخواین در جاغوری سرمایه گذاری نکنید، در شما ما میخواییم که شما در اورزگان خاص دیست از این مردم از ما رو بگیرین که اینا چرا در کنار شما زندگی که دو بخشش افتخار نباشه که اینا پای در رکاب باشه و بخوای اورزگان خاص تخلیه کنه. اورزگان که تخلیه شد یک دردی بیجدانی مردم از ما را چنان ناراحت کرد که بهشت برای جهنم رو با خدا قسم شد. اما با آباد کدان و روزگان خاص دیگه فکر کنم که سر زنده ها بلند و روی مرده ها شاد خواهد شد. لذا که کمر بسته کنیم شروع کنیم دیگه بسم الله. از طرف اخلاصی شاید از تمام شد دیاز در ترسدار باشد 10,000 افغانی آقای فیاض صاحب نوشته کو، چون مگه آدم آدمی بیعمل نباشه، یک نفر که بگه که وا مردم خورما نخرید خود چی دفتر خورما بخوره تشکر نمیشه. قدم شما میخواییم که انجینیر سای چم کمک کنه، شمام هم کمک کنه، زلفخار هم مو 4 نفر از جاغوری هم دیگه دکتر سای باقی شروع که بسم الله الله اکبر کنی لیست خیرین در 100 نفر این روز باید بیرسه. ای کسی که خود چه دستم کمک نکنه دیگرور بگه که او برادر کمک کنه، تو باید اول از خود شروع کنی. اینجنیر صاحب
از مو شما ما 1000 روغنی خواهد تشکر بله بله تشکر 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 بعدین یک هزار اوغانی سر فرمانی اشتاق تشکر یک نفر تشکر 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 از طرف دکتر سعید احمدی عزیز مبلغ گفته که سیف چیز اضافه کن نه اضافه نمیخواد 2000 افغانی تشکر جناب آقای اکبری سعید مبلغ 1000 افغانی از طرف آجی سعید رحمانی مبلغ 1000 افغانی ما شاده نارمونم از طرف محترم خلیفه محمد علی مبلغ 2000 افغانی برای بند پای از طرف استاد حسنی مبلغ 1000 افغانی امیدو که خنده تشویق کنی دو برای خنده شروع آلان میشه ماشالله نام خدا از طرف محترم محمد امین اکبری مبلغ 2000 رسول جعفری مبلغ 1000 افغانی کمک ده خدا خیر بده بخشه دیگه سلامات خدا اینا نگین که خواهرای اورزگان شهامتان را نمادی شهامت و شجاعت خواهرای اورزگانی از مویا این امیر ما اضافه کنید وقتان چیفر اضافه آره مبلغ 500 کمک در خدا خیر و برکت بیدین آفرین نام خدا نام خود تشویق کاملا دیگه مبلغ 1000 افغانی کمک کردن او خواهرایی که میگنید اینی عزیزای از ما خواهرای از ما کمک کردن شما دیگه وانا بخیر دیگه فقط اگه یاد افغانی کمک کردن شما این مقصی یورو و دالا کرایی کنید ما بخیر قبول منید محترم رمضان زاهدی هم مبلغ 1000 افغانی کمک کرد خدا خیر بده برایش تشویق کنید تشویق ماشاءالله ماشاءالله با هر فریبا کریمی از قریه کوشا این دیده که 500 دخترای کوشا مبلغ 500 افغانی کمک کردن خدا خیر بدین تشویق تشکر تشکر محترم کربلای صفی هم نام مبارکش درج لست شد مبلغ 1000 افغانی کمک کرد محترم نورعلی ابوذر مبلغ 1000 افغانی برای بند پای کمک کرد خدا خیر و برکت بده کسی هست که بالاخره پول نقد کمک نمیتونه زنبورداری داره 2 کیلو عسل بخش بند کمک کرد محمد رضا رضوانی 1000 افغانی کمک کردن تشویق خانگان ضعیف استاد شکیبا شیرزاد میگه نام خدا برای بند کمک کردن مبلغ 500 افغانی تشویق کنه تشکر استاد جعفری هم برای بند پای کمک کردن مبلغ 500 افغانی خدا خیر بخشه مشاهد نظر نزد مادران از کل کده جاتر خبر میکنم این دستا چی خیر و اینا به خدا این پتری دو نفری که نفری کمکی که این پتری دیگه ماشاءالله نام خدا هیگر خدا با امید از این خانه های مردم ها پر از گندوم شد خیلی مال میدانی بخیره بسم الله
صورت تحسین میکنیم کلیه دوستایی که در اینجا جمع شدن، هم از خواهران و برادران، و واقعا قابل تحسین است که برحال به این کار عام المنفع اینقدر احساسات و اینقدر آمادگی جدی نشان داده. ما تقاضا را دارم از کلیه کسایی که خیر هستند، کلیه کسایی که به شکلی احساس تعلق با ارزگان داره، احساس تعلق با افغانستان داره، و کسایی که برحال کار خیر میکنه که کمک کنه که انشالله این پروژه آغاز سلسله از پروژه های عام المنفعی باشه در سطح ارزگان که کمک کنه برحال به بهتر شدن زندگی مردم و با ماندگار شدن مردم در این منطقه و انشالله. و این البته نقطه خیلی امیدواری است، ما احساس میکنیم از همین لحظه که برحال این یک سال آغاز خیلی خوبی در ارزگان خواهد. تشکر. دکتر سعید احمدی بفرمایید و ان شاء الله که مقدمشون بسیار خیر بده. برای خدا و توجه معصومین انشاءالله یک صلوات بفرستین که بند به زودترین وقت به ثمر و نتیجه بنشینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. عبدالخالق نجیب یکم دوست که برکت در سمت منطقه هستند و در ولسوالی های انجوار خوشبختانه امروز هم در ارزگان هستند. تشکر از تمام دوستا و خصوصا بیمه محترم. ما امروز در جمعی از ورای منطقه از خود و بزرگش قرار داریم و افتتاح بند پاییگر برای تمام مردم منطقه ارزگان و خصوصا این منطقه که فعلاً قرار داریم پیشاپیش تبریک میگیم و امیدوارم که این بند با خیر و خوبی و سرانجام برسه و مردم از این استفاده بسیار خوب بکنه و این بند باعث وحدت نظر کل ارزگانی های ما شوه و این سالا روزی باشد که منطقه را ما سبز ببینیم، منطقه را خورم و شاداب و پر از آب و پر از نعمت ببینیم. سلامت باشد، تبریک باشد برای تمام دوستان. و یک مادر اینجا همراه ما صحبت کرد که ما را به یاد شیرین قهرمان انداخت. نامش را هم خب مادر عبدالعلی. مادر عبدالعلی بله. نام خدا. دیگه پسند منده یا؟ تشکر از استادان، انجینیران، خدای بنده قدمشون امین. آمین. آمین. الله یک تشکر. یک تشکر. جور کدو که خود مسئولیت داره نه؟ بله. ما انجینر روست بند جور کدی با چیز کارنی که تمامیم خانه خود چراغان کنیم انشاءالله، گرم بازار عرفان کنیم، اندک اندک بیکاریم گل تا وطن را گلستان کنیم. یاری خدا تشویر الله 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 یا تصمیم شیم که شما خانه از خود کنیم تمام افغانستان را خانه خود کنیم. خدا توفیق بیدیم. نکو باشه تنیم. نام خدا ماشاءالله. یک دنیا شهر طرف مسافر رو خواه که کنم. نام خدا نام خدا ماشاءالله. خیچی خدا پور برکت باید میتر نان باید روزی باید بزن باید منطقه. آمین. خدا توفیق بیدیا، خدا و جوانای عزیز خیر ما را توفیق بیدیا برکت خدا پدر مادرش بیامرزه.
تشکر خدا شما رو توفیق بده ان شاء الله با امید خدا آقای صادق لازی تبریک باشه خبر نشو سلام آقای ذوالفقار همه چیزی که منا انتخاب کرد این جیا برادرها 14 دن نام را انتخاب کردن منتها گفتن نظری از ما به هر صورت نظری کسایی که کمک کنه و مهمتر است شما بخیر در ویدیو نا در توسط پیام ها از طریق واتساپ و از طریق هر چیز که مشه نظریات را شریک کن که نام از امید بنده که در رزگان خاص در قریب پیگردن چی باشه امیش را شما بخیر نام یک نظر سنجی در یوتیوب ملک انتخاب کنه.